آکروباتیست‌ها، هنرمندان عرصه موسیقی و گروه‌های تئاتر هر سال در ماه اوت از سراسر جهان برای شرکت در جشنواره فرینج به شهر ادینبرا پایتخت اسکاتلند می‌آیند و قلب تاریخی این شهر را به مدت 3 هفته به صحنه نمایشی بزرگ تبدیل می‌کنند. ما چهارمین بار است که برای دیدن این جشنواره میاییم. فضای شهر فوق‌العاده است. دنیایی پر از خلاقیت. بی‌نظیر است. هنر در هیچ نقطه دیگری از دنیا این چنین در زندگی روزمره جاری نیست. عالی است. بهترین ویژگی فرینج این است که خود را به موج می‌سپاری و نمی‌دانی چه در انتظارت است. بیشتر هنرمندان از فرصت روز برای تبلیغ کار خود استفاده می‌کنند. از جونک های رنگارنگ تا استنداپ کمدی، از تئاتر کلاسیک تا نمایش موزیکال. با وجود بیش از 3500 شو، رقابت تنگاتنگی بین هنرمندان در جریان است. واقعا دشواره. ما هر روز از 9 صبح تراکت پخش میکنیم و هر کاری میکنیم که جلب توجه کنیم. اینجا افراد بسیار زیادی کارهای بسیار زیادی برای نمایش آوردن. اما دین به همراه گروهش از استرالیا به اسکاتلند آمده تا تازه ترین کار خود را نمایش دهد. آنها بیش از 20 اجرا دارند. تور نمایشی آنها در کشور خودشان بسیار موفق بوده. او هم در ادینبرا هر روز به خیابان می رود تا تماشاچی جمع کند. ما در استرالیا تراکت پخش نمی کنیم. تا به حال اصلا چنین کاری نکرده بودیم و تجربه ای کاملا تازه است. اما از عصر دیروز فروش بلیت به طور چشمگیری افزایش یافته. به نظر می رسه راهش همین باشه. به احتمال بهترین راه برای تبلیغ برنامه. جشنواره فرینج با بیش از 55,000 اجرا بزرگترین جشنواره فرهنگ جهان است. این جشنواره از سال 1947 هر سال برپا شده و هر سال هم پربارتر می شود. فرقی نمی کند در سالن تئاتر، در کافه یا در کلوب ها. زمان و مکان اجرا برای همه یکسان است. دموکراسی فرهنگی بر فرینج حاکم است. مهم نیست به اندازه کنیث برن شناخته شده باشی یا تازه کار. اینجا شانس همه با هم برابر است. چه از نظر سالن نمایش، چه از نظر زمان اجرا. اینجا با همه یکسان برخورد می شود. گروه های شناخته شده هم به ادینبرا می آیند. مثلا گروه کمبریج فوتلایتس که در حال حاضر تازه ترین کار خود را در توری بین المللی در کشورهای مختلف اجرا می کند. این گروه نمایشی پرسابقه که متعلق به دانشگاه کمبریج بریتانیا است در سال 1883 تأسیس شده. ستارگانی چون جان کلیز، ستیون فرای یا اما تامسن کار خود را از این گروه آغاز کردند. طنز این نمایش تیپیک بریتانیایی است. تلخ، عجیب، روک. بلیت نمایش ما راحت تر به فروش میرسد چون مخاطب نام فوتلایتس را میشناسد و میداند که این گروه سکوی پرواز چهره های شناخته شده ای بوده است. مخاطب میآید که با نسل بعدی آشنا شود. میراثی سترگ و البته به همان اندازه فشار و مسئولیتی سنگین برای نقش آفرینان. گروه جدید مستقیم با پیشینیان مشهور خود مقایسه می شود. همزمان چند ده متر آن سوتر می توان دید که آیا اما دین در تبلیغ نمایش خود موفق بوده یا نه. هرچه باشد 2/3 جایگاه تماشاچیان پر شده. بازیگران تماشاچیان را به سفری آکنده از درد عشق، رنج و اطمینان به آینده می برد. نمایش سعی می کند به مخاطب بگوید قلب شکسته درمان می شود وقتی که خودت را آنطور که هستی دوست داشته باشی. نمایش عالی بود و صدای اما بی‌نظیر بهتر از آنچه فکرشو می‌کردم. امیدوارم تعداد تماشاچیان تا حد امکان بیشتر بشه و ما بتونیم هر چه بیشتر ارتباط بگیریم. کار اما دین و گروهش برای امروز به پایان رسیده. فردا و در قوقای خلاقانه جشنواره فرینج همه چیز از نو آغاز می‌شود.